جان صدای منو داری الان؟ آماده ای؟ 3 2 1 حرکت. به کوچه خاطره ها نگاه کنید مجری ما، به هر دری در میزنه، به هر خونه سر میزنه. نگاه کنید به چهره ها، به چهره های آشنا، دارن هزار تا خاطره هر یکیشون برای ما. قشنگترین قطعه رو با ساز میزنه، اون که داره قشنگترین قطعه رو با ساز میزنه، این یکی با صدای خوش داره زیر آواز میزنه. یکی میگه ایران من، ایران من، ایران من، ای پرورنده ی هنر، ای روح من، ای جان من. خاطره ها زنده میشن تو کوچه ی خاطره ها، اون چه که حالا میبینید هدیه ما بحر شما. خاطره ها زنده میشن تو کوچه ی خاطره ها، اون چه که حالا میبینید حدیه ما بحر شما. خوش آمدین، خوش آمدین به کوچه خاطره ها، خوش آمدین، خوش آمدین به کوچه خاطره ها، خوش آمدین. از کجا آغاز کنم بیان قصه ای را که گویای عظمت و شکوه یک ستاره باشد؟ در آسمان هنر ایران گهگاه ستارگانی می درخشند که نام و یادشان تاریخ ساز می شود و به تاریخ می برند. یادی از مرد هزار چهره سینمای ملی ایران. زنده یاد رضا بیک ایمانوردی که با نام اصلی غلام رضا ایمانوردی در یک روز بهاری در 25 خرداد سال 1315 هجری خورشیدی در روستای شانتپه از توابع قزوین که همینک با نام فعلی شاهین تپه معروف است به دنیا آمد. گروه کوچه خاطره ها امروز به استان قزوین اومدن، از استان قزوین به شالتپه برن. شالتپه روستای زادگاه شادروان رضا بیک ایمانوردی. رضا بیک ایمانوردی مرد هزار چهره سینما که همه شما عزیزان بیننده کوچه خاطره ها ازش خاطره دارید. میریم تا از این روستا، از زادگاهش برای شما تو برنامه کوچه خاطره ها گزارش داشته باشیم. خوب هستین؟ ما میخواییم بریم خونه آقای بیک. شما بیک رو میشناسید؟ بیک رو بله میشناختم. اول اینجا قامرشون هم اینجا. بله اینجا هستن؟ بله بله. از کدوم بر الان بریم خونه شون؟ از اون بر باید دور بزنیم به خونه شون. خیلی ممنون.
الان نور چون میره میخوام خونه میتونیم نور پردازی کنیم شب این خونه بگیم آقا این صحنه رو گرفتی؟ خیلی بهترین صحنه بود بخدا همین آقای به پسرعموی شادروان به یک امام وردیه بعد چقدر خوشمرام، خوش اخلاق، خوش برخورد کجا داری میری؟ این خونه بیکمان وردی دیری خونه قدیمیش اصلیشون البته اینجا بده می اومده؟ آره تو این کوچه هست اونجا هم خونه البته الان کس دیگه نشسته اونجا برو من لباس کنم از این کاری بونه نه من همین بودی از ابو اول دیگه همینجا دیدم که ما اومدیم خدمتشون همینطوری بود آقای فرمی آقای رنگی این مدلیه چرا آقا امروز خودم یامون به بیشتر شدید تیپ کنم بگیر آقا الان بارونی من بارونی پیش آقای سالی اینه خونش اینه؟ خونه ای که بیک به دنیا آمده این حالا میخوایی چیکار کنید اینم با ما اومده هم کار جدید ما الان گروه کوچه خاطره ها بعد از 400-500 کیلومتر راه که اومدیم به زادگاه رضا بیک امام وردی رسیدیم در باز میکنی؟ سلام بده بود سلام بفرمایید سلام قربان حال شما خوبه اجازه هست بفرمایید بفرمایید بهترین خونه اینجا این بود آقا بلادترین و بهترین اون موقع این بود الان دیگه آجا هم خود کرده ما الان با گروه کوچه خاطره ها اومدیم منزل پسرعموی شادروان بیک و ازش خواهش کردم که آلبوماشون رو بیاره و یه سری عکسای بیک رو ببینیم و خاطره هایی که شما عزیزان دارین رو زنده کنیم الان آلبوم ها رو میارم خواهش میکنم بفهم ممنونم با با چه آلبوم هایی با بذار از اول برای بذاریم دیگه آلبوم خب اگه امکان داره راجب اینا این باید توضیح بدیم یعنی کیه؟ این پدرم خب پدر این پسر بزرگ بیکه این پسر بیکه آره امیر اسمش الان امیر کجاست؟ آمریکا. آمریکا. میدونی الان چیکار میکنی؟ نه دقیقا نمیدونم کجاست خب. کار میکنی خب به هر کدوم که رسیدیم از این خانواده شما لطف کنید این پسر کوچیکشه اینم پدر من اسمش هم مصطفی پسر کوچیکه اسمش آره. چیه؟ شهریار آره. شهریار الان کجاست؟ اونم آمریکاست. فقط ما میدونیم آمریکاست دیگه کارش نمیدونیم چیکار ولی بختیار رو میدونیم چون دو سال پیش اومده بود خب این پسر خلبانه اینم شهریاره این بچه‌جیاش بود اینم که نوجوان این خانوادگی چه علاقه به این موتور داشتن آره اینو
بگیرید این الان پسر کوچیکی بگی اسمش چیه؟ درسته شهریار. آه کوچیک شهریاره. آره. چون بیک چند تا بچه داره؟ بیک 4 تا پسر داره یه دختر. 4 تا پسر یه دختر؟ امیر، بختیار، شهریار، مازیار، ماندانا. ماندانا. ماندانا الان کجاست؟ آلمانه. آلمانه. این عکس بیکم خیلی قشنگه. این حیات خودشونه. اینم که اصلا M1ه. اینم که اتاق شخصی بیکه. اینم اتاقشه. این امیره با بابام دارن شطرنج بازی میکنن. این اتاق شکاری چیز بود. بیک بود. درست. اینم خونه خودشه. خیلی قشنگه. خونه انداخته. این هم دهگان ویلا کرجه. اینجا مهمون آقای خالقیه. آقای خالقی هم از دوستانمونه تو کرج دهگان ویلا. با این گیریم هم چند تا فیلم بازی کردین آخر آخرا؟ فیلم واسطه ها. فیلم بله بله فیلم. البته این خونهشه ولی با این چهره تو فیلم این هم عکس مادر بیکماملدیه. بله بله. این زنموشه. این پسر کوچیکشه. این هم بابام. با این مادر. این مادر بیکه. این واضح ترش اینجا هم هست. بله. اینه. بعد اینه. آره. خونه آپارات داشتن. مثلا پخش فیلم اینه. آره. اتاق آپاراته. این هم فیلم قادره. بله این فیلم قادره. فیلم این فیلم قادر رو نقش اول زن کی بازی میکرد باش؟ خانم روشنک سعدی. خانم روشنک سعدی هم فوت کردن میدونی؟ نه. اینا فوت کرده. این مادرشه. بعد این پسر کوچیکشه درسته؟ آره. با موتور. چقدر این خانواده علاقه به موتور داشته؟ بیام که این موتور داستانش چیه؟ این موتور بی ام و است. خود بیکماملدی از آلمان آورده بوده ایران اون زمان. یه موتور هم داشت همیشه تو اتاق میذاشت. آره اینجا عکسش هست الان بهت نشون میدم. بعد این همیشه یه موتور صفر تو اتاقش بوده. بله بله. آره اینم زمانی بوده که باشگاه میرفته. جوونیای آره زنده این موتوره 440 این آره اینم همیشه تو اتاق یه موتور بعد عکس موتور رو خود بیکم موتور سواریش خوب بود. آره آره اینم اینم که پشت صحنه فیلم عشق و خشونت اینم آقای رضا بانکیه. بعد اینم که آقای رفیعیه اینم با اینم که بیکماملدیه. پدر بیک چه سالی فوت کرد؟ سال 58. سال 50 کجا؟ تهران. تصادف کرد. تصادف کرد. بعد الان میدونی شما کجا خاکش کردن؟ بهشت زهرا تهران. بهشت زهرا. قطعه 14. قطعه 14. حالا ردیفش اینا سوال می‌کنه. ردیفش تا کنید. اینا پسرش. آره اونم پسرش. اینجا هم دهات همین دهات. بعد اسب سواریش اینا عالی بود دیگه. بیک اسب سواریش خیلی خوب بود. اینا اینم جلوی منزل بیک منزلی که تهران داشته کوچه بهشتاین خیابان میردامان. آره خیابان میردامان داره دو چرخ سواری این دو تا ماشین هم مال خودشه. این هم خونه خودشه. جلو خونه خودشه. بعد مادرش کی فوت کرد؟ مادرش 2 سال بعد خودش فوت کرد. 2 سال بعد خودش سال 82 فوت کرد. اون سال 84 فوت کرد. میدونست که بیک نه چون دو سه ماه آخر رو گفته بودم بهش نمیگفتم بهش چون ناراحت میشد. همین یه پسر رو داشت دیگه. آره دختر چی؟ دختر نداشت. یعنی خواهر داشت. خواهر داشت باشه. نه نداشت. همون تک پسر بود. تک فرزند بود. درست. خب ببینید یه دونه فیلم مستند من چند سال پیش دیدم. حالا یا مستند یا چیز حالا یه سری فیلم و اطلاعات اشتباه چون مثلا ما هم میدیدیم پخش کردن. خیلی اشتباه داشت اون فیلم. حالا ما اومدیم اینجا که حقیقت از زبان از نزدیک ترین قابل حقیقتش همینه که میبینین همینه دیدین چون دیدین همه مردم هم اینجا میشناسنش. بله خاطره هم ازش دار. مادر اونیز در سال 1358 در همان رستای شانتپه جان به جان آفرین تسلیم و به دیار باقی های مزار مادر شادروان رضا بیک امام‌وردی رسیدیم و این تصویری که شما
روی این سنگ میبینین یکی از عکس‌های خیلی زیبای شادروان، میتونیم بگیم آقا رضای گل، چون همه شما اون آقای رضای گل و مرد هزار چهره. پدر بیک در سال 1357 بر اثر سانحه رانندگی جان خود را از دست داد و در قطعه 14 ردیف 163 شماره 55 بهشت زهرا آرام گرفت. هنوز 6 بهار از عمرش نگذشته. به اتفاق والدین خود به تهران عزیمت نمود. بعد از طی دوران نوجوانی به وسیله مادرش که در دربار آن زمان به سمت آشپزی مشغول بود و به خاطر اینکه با زبان انگلیسی آشنایی داشت به عنوان کارمند سفارت آمریکا در تهران مشغول به کار شد. بر حسب اتفاق و به دنبال یک برخورد که تصادفاً با زنده‌یاد ساموئل خاچکیان در یکی از خیابان‌های تهران داشت، آقای خاچکیان از اندام ورزیده و چهره سینمایی او که مناسب برای نقش‌های عامه پسند و مختلف بود دعوت به عمل آورد که بیک به استودیوی وی در آژیر فیلم برود. او در این استودیو در اولین نقش زندگی سینمایی خود رول کوتاهی در فیلم فریاد نیمه شب را به عهده گرفت. که همین نقش چند دقیقه‌ای باعث شد تا این کارگردان بزرگ در فیلم‌های بعدی خود مانند یک قدم تا مرگ، دلهوره، ضربت، سرسام و چندین فیلم دیگر از او استفاده نماید. رسیدن به معروفیت و تثبیت نقش آفرینی، بیک با داشتن نقش اول فیلم ولیرد قهرمان به کارگردانی خسرو پرویزی به اشتهار کامل رسید. او در طول حدود 20 سال از زندگی هنری خود در بیش از 150 فیلم نقش آفرینی نمود که به عقیده بسیاری از من اولین کارم با بیک امامورد در سال 1943 شروع کردم به نام مقصر پدرم بود که در اون فیلم مرحوم ابراهیم نادری ارزم بودتون که مرحوم جنتی شیرازی اکبر هاشمی و خانوما دلیله نمازی و سونیا که شده بعد سوزی آشار. فیلم بعدی من سال 1145 بود، فیلم یکه بزن که باز بیک امامورد بازی میکرد، در کنارش خانم فرانک میرقهاری بازی میکردن، داریوش اسدزاده، محسن آراسته، فیروز. فیلم بعدیش که من با بیک امامورد کار کردم به نام لوتی قرن بیستومه در سال 1346 که باز عبدالله بوتیمار، بعضاً داریوش اسدزاده، احمد قدکشیان، یدی، مرحوم یدی و خانماش شیده و منیره نجاتی بازی میکردن. فیلم چهارم من که با بیک امامورده کار کردم به نام جنجاله که ما در شیراز کار کردیم که در کنارشون
نوری کسرایی بود، ازم بود سید علی میری بود، جنتی شیرازی بود و خیلی دیگه بودن بازیگرا بازی میکردن. ما هم این فیلم رو رفتیم شیراز و اونجا حدود 17 روز بودیم و فیلم رو تمام کردیم و بیکی ماوردی در دو نقش بازی میکرد، در دو نقش بازی میکرد. و اینی که شما فهمیدین دیر میامد دور میامد، با اینکه بعد اکثر فیلم های ما در شهرستان بود که همش بغل گوش من بوده و چون خیلی هم من به من علاقه داشت، در تهران هم همینطور هست، مثلا هر ساعتی میگفتم میامد فوری بلافاصله. و فیلم باز دو مرتبه بعدی ما به نام قادر بود که بیک ماوردی بازی میکرد، ازم بزرگتون که کامی کسبی با میتونم مرحوم علی آزاد بازی میکرد، بعد یه چهره جدید آوردی خیلی با استعداد و به نام خانم روشنک صد که فوت کرده، خدا بیامرزه، خانم جوانه جلیوان بود بازی میکردن اینا. 56 من از بیک ماوردی فیلم عشق و خشونت رو ساختم که اون از بله که بعد از انقلاب هم پروانه گرفت نمایش دادن اینو، چون یه حالت مبارزه بود با خان و این بازی میکرد. باز ایشون با سید علی میری بود، مرحوم خشایار بود، خانم شیلا شاهانی بود، شهین رضایی بود، اینا بود. این ما در شمال متلقو بودیم، اونجا ما دو هفته کار کردیم، کامل کار اونجا بود، سریع کار کردیم تموم شد اومد. بلا فاصله آخرین فیلمش که سال باز اواخر 56 بود گذاشتمش با آقاسی، یکی خوش صدا یکی خوش دست که آخر فیلم بود، هفتمین فیلم بود. بله. و اونجا هم باز مرحوم علی زاهدی بود، مرحوم میری بود، داشتن نور میچیندن. خب نور چیندن هم خیلی سخته دیگه. منو به یکی من بدی گوشتم بیرون که دوتایی باشم باز بیام تو، ولی متاسفانه به یکی من بدی خوابش برد. بعد ما بیدارش کردیم، حالا از این پله ها باید بره پایین، چون اونجا که من داشتم کار میکرد رسول رو زیر زمین بود. من گفتم این الان گیج میخوره میره پایین میفته. به فاطمه زهرا بدون که دستشو بگیریم همچین از این پله ها رفت پایین اومد بالا. من موندم که بیک بابا داری شوخی میکنی؟ گفت نه والا خواب خواب بودم، ولی این کارا کردش دیگه، معرکه بود کارش. منظورتون تو خواب بلند شد راه رفت و اون پلانی که باید میگرفتن و گرفتن. یارو کارگردان چیز بود، یارو شبابیست. بله. آقای شبابیز گفتش که به یک اگه خسته یه چیزه ول کنیم بریم صبح بیام، یا یعنی اینو میگیریم اگه شد شد، نشد اون وقت دوباره تکرارش میکنیم. شما باور میکنین که اون شب بهتر از همیشه بازی کرد؟ وقتی از پله آمده بود پایین و اینا بودن، چه قشنگ داره میاد، چون خودش نبود دیگه، خواب بود اصلا، ولی اینطور اومد پایین. مرد خوبی بود، مرد انسانی بود، مرد باگذشته بود. چرا؟ به خاطر اینکه ورزشکار بود. آقای شاب چرا بهش میگفتن مرد هزار چهره؟ چون هر رولی بهش میدادی بازی میکرد، هر رولی بهشون میدادی بازی میکرد. البته خب صدای خودش نبود که، آقای اسماعیلی جای صحبت میکرد، ولی خب از لحاظ تیپی تیپش خوب بود، شیرین بود، صورتش تخ نبود. اینه که مرد خیلی هم خوب بود، خیلی خوب بود. من یادمه دیگه میرفتیم یه جه فیلم برداری، مردم میومدن مثلا آقای بیک میرفت توشون، میرفت یا باشون زور میشد، غذا میخورد، هرچی داشتن دوره هم میشد، آبدوغ بود با هم میشستن میخوردن. اینجوری بود، از اونا نبودن که مثلا بیا آقا امضا بده، آقا حالا فعلا وقت ندارم، نه این چیزا نبود. دست مینداخت گردن طرف، عکس مینداخت، یه دونه دوتا هر چند میخواد. اینی که رو هم رفته، خدا بیامرزتش، آدم خوبی بود. این دست کجه بود، بعد انتر و منتر بود، بعد خدمتتون بگم زیبای پررو بود دیگه. خدمت خیلی کار کردم باش، الان دقیقا حضور ذهن ندارم، ولی خیلی من اقلا چند تا رینگی با هم کار کردیم، مثلا روی رینگ با هم کار کردیم. خب بس از ورزش شروع کنیم. شما با زنده یاد کشتی کج میرفت، شما هم کشتی میرفتین، شده بود با هم کشتی بگیرین؟
بله توی فیلم هم کشتی گرفتیم، البته ایشون استاد ما بودن، ایشون پیشکسوت ما. ما به تمام پیشکسوت ها احترام میذاریم، بچه هایی که الان پیشکسوتن به اونا احترام میذاریم. آقای بیک هم از نظر سینما از من پیشکسوت بود، هم از نظر ورزش پیشکسوت بود، ولی خب میدونین یه آدمی بود که خیلی نترس بود. ما اگه یک ساعت همدیگر میزدیم امکان نداشت ما مشتمون دستمون به هم بخوره. و یه فیلم ها رفتم هیولا با شمال کار میکردیم، ایشون خدا شاهده یه جا رفت توی جایی که اسب و استبل و فلان اینا بود، این زمانی که اومد بیرون این بدنش کک خورده بود ولی یک کلمه اعتراض نکرد که آقا چرا من اینجا فلان کردم چرا اینجا. نه اینجوری نیست، اصالتش ایرانی بود، اصالتش خوب بود. کشتی میگرفتیم با هم، بعد ایشون قرار به کارگردان که باید مثلا چند تا ما رو میزد دیگه، ولی اتفاقا یونم چی شد که اومد کار با من بزنه، قیچی رو به من اومد بزنه که این نگرفت، با کتف اومد پایین که کتفش در رفت که بعد ما اومدیم کتفش رو دستمالی کردیم فلان اینا، ولی آدم نازک نارنجی نبود، کجیس خوبی بود آقا، بهترین کجیس بود. من دوتا فیلم با ایشان کار کردم، یکی لیلی مجنون بود، یکی هم ناجورها بود که با مرحوم فردین کار میکردیم. بسیار مرد محترمی بودن، مرد خاکی بودن. درسته یکی از ابرمردهای روزگار بگم، بازیگران بزرگ بگم، ولی یک پهلوان بود. قبل از اینکه وارد سینما بشه یک ورزشکاری بود به تمام معنا. واقعا بسیار محبوب بود، بسیار خاکی بود، با همه میجوشید. حتی ما به زبان اصطلاح خودمان اون کرمانشاهی ها میگیم خاکی شیر، چون با همه قشری میجوشیدن. خیلی بسیار بسیار مرد محبوب، دوست داشتنی، و با ایشان بودن کلی خاطره. ایشون اولی که اومد تمرین باشگاهی چیز نادر با هم بودیم، با بچه ها، با اون آقا استاد فیروز و خود رضا. برای ورزش یا بازی؟ بازی یا ورزش؟ اول ورزش میکردن ایشون، باز ورزش شروع بودن بعده. بعد اومدن از اونجا. بعد آقای سامل خاچکیان یه فیلمی داشتن، یکی دوتا فیلم داشتن به نام بزرگتون از کنم که دو تا فیلم، حالا من الان فراموشی دارم اسمشون رو دقیقا نمیدونم. ایشون خواستن که یه مش از ما بچه ها کار بگیرن، رضا رو انتخاب کردن با چند تا از ما بچه ها و دوستان همکارامون، اومدیم فیلماشون رو کار کردیم. البته خب فیلم های اولیه یه خود رولامون کم بود، بعد یواش یواش رضا موفق تر شد و خب ما هم در کنارش بودیم تا سالهای انقلاب. قبل از انقلاب کار میکردیم که رضا بعد رفتن و دیگه ما هم در ایران موندیم و الان هم خدمت شما هستیم. رضا اولا بدل برای خودش انتخاب نمیکرد، تمام کارا رو خودش میکرد. هر کی هم گفت من بدل رضا کار کردم، دقیقا نه، خودش برای خودش کار میکرد. استاد بزرگی بودن ایشون، خدا بیامرزتشون، بزرگتون عرض کنم که. و رضا امام‌وردی استاد سامل خاچکیان، خدا بیامرز، ایشون هم فوت کردن. اسم ایشون رو به نام بیکر انتخاب کرد، رضا بیک امام‌وردی. بله. بعدش هم بزرگ از شبد که تا این سالهای آخر که با هم بودیم، رضا خیلی خوب کار میکرد و خیلی هم هنرمند واقعی بود و زحمت کش. خاطره تلخ که خوب هست، تو کار میشه، پیش میاد دیگه. کار ما چون کار اکشن بود با بیک، با رضا مثلا ما شبانه یه هفت شب و روز تو یک دکور کار میکردیم، باید تمام اون دکور رو خود میکردیم، عبه میبردیم و خب ضربه میخوردیم، ضربه میزدیم، ایشون هم در کار پیش میومد و همین کار میشد. این خاطرهای تلخمون بود که خب باز دو مرتبه پشت صحنه با هم خوب بودیم، رفت آمد میکردیم و میخوردیم، میشستیم، پا میشدیم، خیلی هم دفاع از هم میکردیم، خیلی هم خوشحال بودیم، با هم زندگی های خوبی میکردیم. نه هیچ ناراحتی، اون خاطره بدی نداشتیم نسبت به هم. من فکر کنم 20 تا بیشتر باهاش بازی کردم. من یه چند تاش یادمه، عشق و خوشنط بوده، خوش، یک خوش داده و یک خوش دست بوده. خدا بیامرزه آغاسی رو، آغاسی کار میکرد، بیک کار میکرد، با هم کار میکرد. من مقابل این دوتا بودم، منفی اول بودم. تو قصه قرار بود یه با یه سکانس دیالوگ برنامه عوض بشه، من میشدم مثبت. خدا بیامرز گفت که چون این داداش منو، زندگی منو آتش زده و زن منو کشته، نذاره این جمله رو نگه، من بیام از این انتقام بگیرم.
چون من دوستش داشتم با اون برنامه با اون دیالوگ برنامه من عوض میشد، اصلا مثبت میشد، ولی چون دوستش داشتم، مرد خوبی بود، روح شاد بشه، اصلا اعتراض نکردم، گفتم آقای بیک هرچه بگه همون کارو بکنه، اب نداره. من این همه فیلم کار کردم با هنرمندهای بزرگ ایران، منفی بوده، 4-5 تاش مثبت بوده، بقیه منفی بوده، همه فیلم ها منفی بوده، یعنی هر نقش بهش میزدن همون بود. بقیه هنرمندها رو باید گیرمشو، دکورشو، نمیدونم صورتشو، لباسشو، همه رو عوض میکردن، تازه اونو که میخواستن نمیشد. ولی بیک واقعا ازدرچاره بود. بیک تمام کارهای سختش هم خودش میکرد و همه بازیگار خوب بود، همه ورزشکار و کزیز خوبی بود، تمام کارهای سختش هم خودش میکرد. تو هیچ فیلمی کتک زنی کتک خوری نداری، همش افس باید بدیم، فیلم بره مونتاژ بشه، صدا سر صحنه مثل صدا سر صحنه، بعد میزنن که صداش در میاد و که میگم مثلا زد، تماشاچی فکر میکنه مشت و لغت زد، نه هیچ کدوم اینا نمیخورد، که همه اینا افکت بود میذاشتن روش، صدا بود میذاشتن روش، که ما اون برنامه که افکت که داشتیم نشون میدادیم، همه فکر میکردن که واقعا زد دندونای ملتان. همه باید مردم بدونن این همه فیلم ها ما کشته شدیم، تیر خوردیم، باید هر فیلم یه نفر باید بمیره، نه اینا همش فیلم ساختگی، باید بسازن و مردم لذت ببرن. یه سوژه بود که من باید یقه بیکو میگرفتم تکون میدادم، اینا یه آهنپاره دستش بود، به اصطلاح کلت اون موقع درست کرده بودن با این آهنپاره، این با این آهنپاره میاد بزنه به شکم، کنترل از دستش در میره، محکم میزنه تو شکم من. همون درجا کیسه صفرای من میترکه، درد شدیدی تو این شکم من میپیچه که من اجباراً انقدر خودمو نگه داشتم که بیک کاراشو انجام بده بعد بیفتم. این کاراشو انجام داد و من افتادم. اینا کات دادن، گفتن که پشو، دیدن نه من اصلا بلند نمیشم. هی اومدن گفتن چرا بلند نمیشه اینا، اومدن دست رو هم بزنن، من فقط با دست اینطوری کردم، یعنی به من دست نزنید. اینا مونده بودن همینطوری که یعنی چی اینا؟ من رفتم بالا و گفتم من باید خیلی خدا رو شاکر باشم، خیلی ممنون باشم، کسی که مادر استاد فردین بوده، کسی که مادر استاد بهروز وثوقی بوده توی این مملکت، بهروز وثوقی دیگه نیومد نظیرش. به من میگن مثلا مرد هزار چهره، ولی من اگه بیک اماموردی هم بشم کلامو میندازم بالا. کسی که مادر استاد بیک اماموردی مرحوم بیک، همه رو متاسفانه بعد مرحوم بگیم. بیک فرد از اینکه بسه من یه پدر بود، واقعا یه دوست صمیمی بود، بیشتر از هر چی دیگه بتونم بگم. خیلی اخلاقا، خیلی خصوصیت هایی که تو حالت رسامتی ما با هم دیگه بیشتر کار میکردیم، که مثلا به عنوان پدر پسر، مثلا پسر این کار نکن، پسر این کار بکن. اینو همیشه سعی میکنم به همه بگم، تو خیلی حالت رسامت داشتیم و برای همین همیشه این همیشه یادمه. اول پرفروشترین هنرچه سینما ایران داری شک نیست. یادمه آقای اخوان که ایشون در جا 3 تا یا 7 فیلم قرارداد داشت، یعنی روز میشد که شیفتی رفت صحنه میرفت در کرج بازی میکرد در یک فیلمی، یک صحنه دیگر میرفت کوره پسخونه، یک صحنه میرفت همینطور بود. دلیلش این بود که شهرستان خوب بود، یعنی کارهای من شهرستان بیشتر میپسندیدم و فروش خوبی داشت و
میومدن خب قرارداد می‌بستن، بعد بعضی از تهیه کننده ها، بعضی از سینماچی ها میومدن از من می‌پرسن کدوم سینما، کدوم فیلم بازی کردی، کجا قرارداد داری، بعد می‌رفتن قرارداد می‌بستن. من سالی 12 تا یا 13 تا فیلم بازی می‌کردم. سالی یعنی ما یه دونه. بله، همیشه پرکارترین هنرپیشه بودم. و چند تا فیلم بازی کردی من؟ حدود 128 تا، اونطوری که تاریخ سینما میگه. 128 در ایران، 5 تا در ترکیه بازی کردم، یه دونه در ایتالیا کار کردم. صندلی الکتریکی. در صورت جمعاً یه چیزی ما بین 120 تا 140 چه بعد هر حدودن. آخرین باری که ما رفتیم منزل آقای بیگ، ایشون از ایتالیا برگشته بود، یک فیلم بازی کرده بود، اما برای اولین بار فیلم آقای بیگ که نقش اول رو داشت. خیلی جالبه. صندلی الکتریکی. فیلم ایتالیایی تا این هم صندلی الکتریکی. کاش پوسترش بود نشون میدادی. بله آوردم خدمتتون. دیگه حتما میارم خدمتتون ببین. مردم خانم اشرف و سادات بود که حاصل این ازدواج سه پسر به نام های امیر، بختیار و شهریار می باشند که هر سه آنها در کشور آمریکا زندگی می کنند و از میان آنها بختیار به شغل خلبانی مشغول است. بختیار ایماندردی هستم، پسر کوچیکشونم و از ازدواج اول زندگی ها جزو به ایمان وردی که سه تا پسرده من کوچیکه هستن، البته دو تا دیگه برادر دیگه دارم که یکیشون به نام معاذیان، یکی به نام شهریار و منم که بختیار. بله. بعد دو تا فرزند دیگه هم داره اونا غیر از شما سه تا. بله. 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 اونا اسم اونا را مگر امکان داره لطف؟ بله، ایشون عروسی ازدواج دومشون دو تا فرزند خوبی بودن. بله. یکیش با دوباره خواهر ما میشه به نام ماندنا. بله. و یه برادر دیگه دارم به نام مهیار. بله. الان این دوتا آلمان هستن، شما ستا امریکا. صحیح. بله. ازدواج دوم ایشان با خانومی به نام فرنگیس بود که حاصل این ازدواج یک پسر به نام مهیار و یک دختر به نام ماندنا می باشد که هر دوی آنها نیز در کشور آلمان زندگی می کنند. هر موقع پدرم بیادم میاد، مردی یادم میاد که همیشه، کسی که همیشه از هموطناش صحبت می کرد، عشق به وطن و ایران داشت و خودشو متعلق به مردم می دونست و حتی نه به خانواده، در درجه اول خودشو متعلق به مردم ملت ایران می دونست و عشق و علاقه خیلی به خصوصی داشت. این همیشه با من بود، همیشه با من بود تا الان، یعنی پدر من مساوی با این احساسات در درجه اول برای من. تو این دفعه به نظر تصویر گویایی خیلی جالبه. یکی من بدی در برابر سینما آقای تام کروز. تام کروز تو این بازیگران سینمای هالیوود کدوم یک رو دوست داری؟ به خیلی مورد علاقت هست. اینجا یه سوال جواب میکنه، اگه صدا رو باز بکنید من یه سوال از بیک میکنم مطرح میکنم. چیه جلو اولی برای گیر میدادی یاد سینمای گذشته هست دیگه. آقای قدیم دلت میخواست الان چای این سهر مان بازی کرده بیدی؟ تام کروز؟ نه دوست داشتم جای خودم بودم. مگه جای خودت نیستی؟ نه آخه جای تام کروز نمیخواستم، جای خودم بودم و در مملکت خودم بودم، کارم رو ادامه میدادم. سال 1360 سالی بود که بیک فیلم خبیث که بعداً راهی به سوی خدا تغییر نام داد به کارگردانی جلال مهربان را بازی کرد. آخرین بار بیک مامردی در فیلم خانه کوچک ظاهر شد که متاسفانه ناتمام ماند. در همین سال بود که بیک در معیت زنده یاد عبدالله بوتیمار به ترکیه رفت و بعد از مدتی در ادامه بیک نزد فرزندان خود به آمریکا رفت و آقای بوتیمار به آلمان عزیمت نمود.
بدبختانه ما زمانی که میتونستیم به نتیجه برسیم تو ایران بیکار شدیم. یعنی درست من وقتی که بیکار شدم تو ایران درست 42 سالم بود، یعنی تازه تجربه کسب کرده بودم، تازه میتونستم خوب در سینما بدرخشم، تازه موقع کار درستم بود، یعنی میفهمیدم که چی کار باید بکنم. بعد از 120 فیلم بله، بعد اونجا دیگه وقتی که از کار برکنار شدم تقریبا یه لطمه خورد، یه لطمه روحی خورد، چون من احساس از آنجایی که او مرد خانه نبود در آمریکا به شغل رانندگی کامیون پرداخت. خیلی به من بیابون اصلا خارج از شهر یک ایده میده، همیشه مثل سینما میمونه برای من، همیشه اون ویندوی پنجره جلوی ماشین برای من مثل تلویزیونه، خیلی روحیه میده، طبیعت بهم روحیه میده. مخصوصا وقتی که اومدم امریکا واقعا یک مقداری شوکه شده بودم، برای اینکه همه چی عوض شده بود، یهو به قول بعضی‌ها دفورمه شده بودیم، دوستان نبودن، آشناها نبودن، غریب بودیم اینجا تقریبا، ایرانی‌ها همه مشغول بودن، همه کار داشتن، همه به خاطر اینکه زندگیشون به چرخه گرفتار بودن، بنابراین تنها بودن. بعد یک مقداری اولش شوکه شدم، تا اومدم سر کار تراک، وقتی اومدم تو تراک خیلی راحت شدم، دوباره اون روحیه رو پیدا کردم، دوباره به دنبال ورزش رفتم، دوباره خودسازی کردم. او در تمامی دوران زندگی خود شدیداً به ورزش علاقه داشت و تمامی صحنه‌های خطرناک فیلم‌های خود را بدون استفاده از بدل شخصاً بازی می‌کرد. رضا بیک امام‌وردی، این مرد پرتلاش و محبوب و مرد هزار چهره سینمای ایران در 22 شهریور سال 1382 خورشیدی بعد از مبارزه طولانی با سرطان ریه در ایالت آریزونای آمریکا درگذشت و همانجا به خاک سپرده شد. من فقط میخوام بگم که بک واقعا هنرمندی بود که شاید دیگه نظیرش در سینما پیدا نشه و روح شاد. رضا خب خدا بیامرزد، چون همه هنرمندای ما خوب بودن، خدا وکیلی، خدا میدونه همشون الان هم خوب هستن، اون موقع هم خوب بودن، همشون هر نوع کمکی میدونستن به دوستان، همشریا، به مردم داشتن، میکردن. خود رضا یکیش بود، آقای فردین یکیش بود، آقای بهروز یکیش بود، اینا هر کدوم، ناصرخان، اینا هر کدومشون سهم خودشون کارا رو میکردن و حرفی دیگه فکر نکنم. و هر کی هم بگه رضا مثلا بیک بدل داشته، نه واقعا هم در کار خودش تمام این زحمت ها رو میکشیده، خودش جای خودش کار میکرده، بدلی هم نداشته و فرد زحمتکش و اکشن کار بود. یعنی ما میگفتیم بچه ها همه باش کار میکردیم، میگفتیم ایشون مرد آهنین اکشن هست. من چون بیکی ماوردی قهرمان بود، حالا تو شهر غربت فوت کرد، خدا رحمتش کنه، ولی ایشون قهرمان بود و ما به عنوان ایرانی، چون ایرانی بود، بهش افتخار میکنیم. و ایشون هیچ مشکلی نداشت و کشتیگیر خیلی خوبی بود و بازیگر خیلی خوبی بود. خدا بیامرزد، روحش شاد بشه. بسیار بازیگر خوبی بود، ورزشکار خوبی بود. پیش از اینکه اون هر پیشه بشه من میشناختمش، با هم تمرین داشتیم، من تهران زبان کار میکردم، ایشون همه باشگاه میدون فردوسی نرسیده، باشگاه تازی بود اون موقع. از کنم خدمت شما، بازیگر خوبی هم بود، ایشون خیلی قوی بود بازیش، تو تمام بچه ها با اون قد قوارش و با اون تیپش خیلی گل چرد، اصلا وقت نمیکرد. باور کن کارگردان ها صبح زود بلند میشدن میرفتن با ماشین در خونش، نصفای شب میخوابیدن تا بیک بیاد بیرون بگیرن ببرن سر صحنه فیلم برداری. پرکار بود، بسیار بازیگر خوب، انسان خوب، ورزشکار بود دیگه. آدم های ورزشکار اصولا همیشه مرد صفت هم، مردن. ما هم به عنوان موزیک زنده میزدیم و فیلم برداری میشد پلان پلان. مدیر اون به اصطلاح پرورشگاه اومد به بیک گفت یکی از دخترانی که در این پرورشگاه بزرگ شده میخواد ازدواج کنه، الان هم اینجاست، دوست داره که توی جشن عروسیش شما باشین. بیک برگشت گفتش که
عروسی کجا هست؟ گفتن ما میخواییم تو همین سالن بندازیم. گفت تمام مقدمات و تمام هزینه هاشو من پرداخت میکنم. یادم میاد که هنرمنده بزرگی مثل عارف، مثل خدا بیامرز آقاسی و خیلی یارو از خواننده ها دعوت کرد، از هنرپیشه ها خانم پوری‌بنایی، ایشون هم در اونجا شرکت داشتن، خدا بیامرز، شادروان، فردین، همه بودن تو برنامه. خوشبختانه همه به دعوت بیک اومدن، همه به دعوت بیک اومدن. خوشبختانه این افتخار نصیب من بود که مجری اون برنامه من بودم. یکی از هنرمندام دعوت میکردم روی صحنه، به قول معروف گفتن میگه که یه تبریکی به عروس داماد میگفتن. بعد متوجه شدیم که بیک جهیزه عروس خانم هم تهیه کرده. من اومدم بگم پشت میکروفون که جهیزیه رو گفته، یوره به من اشاره کرد که این کاری که تو میخوای بکنی ارزش اون کاری که من دارم از می خواهد برد. یعنی کارهای خیری خیلی زیاد انجام میداد، آدم خیرخواهی بودش. بیک من وردی خیلی خوب بود، هم اخلاقا هم کمک کردن به مردم دست داشت. ولی با تمام اینهایی که دارم میگم بیک من وردی یه چیزیه بود. هیچ وقت نمیتونه یه آدمی که منفی داره بازی میکنه بیاد کمدی بازی کنه. مگه میشه؟ نه. نمیشه. نمیشه. آره. ولی کرد یه همچی کاری. هر رولی بهش میدادن میخورد. هر رولی بهش دادن والا من دیدم بیک من وردی سر از همه است. به خاطر همین مرد هزار چهره سینما شناخته شد. بله مرد هزار چهره سینما شناخته شد. روحش شاد و یادش گرامی باد.